بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید و آرزو دارم در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که به سر میبرید همچنان سرحال و سلامت و خوب و خوش باشید. غربت گزنده و پهناوری که گستری جغرافیایی آن که از چهار گوشه جهان تا وطن سابق را در بر میگیرد، حضرات آیات و برادران کسر الله امثالهم مهندسی فرمودند. شما گرامیان، امروز چهارشنبه 9 دسامبر معدب سنه 2015 ترسایی برابر با 18 آذر ماه 1394 خورشیدی و 1437 آخوندی به 11 برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن توجه می‌فرمایید. برنامه‌ای که در قلمرو طنز سیاسی است و محتوا و مطالب اون هم مبتنی است بر طنز نوشته های هفتگی فدوی، و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم به عنوان منشی آقای فدوی در رکاب شما شمشیر میزن. من چه افزودنی است آن است که طنز های تقدیمی از نوع طنز ژورنالیستی است و بر این پایه با طنزهای نمایشی ام از رادیویی و تلویزیونی اندکی تفاوت داره، گویی که فدوی پیش از اینها هم نویسنده ارز کنم که شمار قابل اعتنایی از نمایشنامه های طنز سیاسی بوده است که از رسانه های برون‌مرزی چه رادیو چه تلویزیون تولید و پخش شدن. عرضه بدارم که دوستان توجه دارن که از چند برنامه قبل ما تصمیم بر این گرفتیم که به پیشنهاد برخی از دوستان از کارهای فدوی در سایر عرصه‌ها هم یاد بکنیم، به اجمال و اختصار البته، و آغاز کردیم و جلسه پیش شعری به نام یک رب ویرانی در عرصه شعر مدرن عرض کنم که خدمت شما تقدیم کردیم که گویا این بنده حواسش پرت شده و بندی یا بعضی از بندها را جا انداخته است که دوستان متذکر شدن. سپاسگزارم از این همه توجه و دقت. به هر روی به عنوان جریمه بنده همون شعر یک رب ویرانی رو، قسمت کوتاهش رو که هفته پیش عرض کنم که درست خوانده نشده یا کامل خوانده نشده، خدمت شما عرضه میکنم و برنامه رو پی میگیریم. عرض کنم، میگوید که زندگی میکنم مثل اون پرنده که نمیداند برای چه میخواند، مثل اون نسیم که نمیداند برای چه میوزد، مثل اون درخت که نمیداند برای چه میروید، و مثل اون ماهی که نمیداند چرا همه رودخانه های عالم به ماهی تابه میریزد. بله، این کتاب، این شعر رو، شعر کوتاه رو برگرفته بودم از این کتاب که امیدوارم بتونید ببینید. این کتاب هست، اسمش هست لبخند ناتمام، به زبان فارسی و انگلیسی است و آقای پروفسور تام گیش هم به نقد مبسوطی بران نگاشته است و عرض کنم که از این کتاب انتخاب شده بود براتون. عرضه بدارم که حالا از کتاب دیگری، این جرمی هفته پیش بود، از کتاب دیگری که اسمش از فکر گم شده، شعر براتون انتخاب کردم که با این بخش شعر رو ما میبندیم. اسم این شعر هست بهانه. میگوید که براستی که هیچ کدام طعم عشق نمیدهند، باد هم لهجه دارد و آفتاب هم، و من این روزها همش گریم میگیرد. با روزگار گاه به گردش میروم، پنداری کودک شدم با رودخانه‌ای که در رگهایم جریان دارد و با قلبی که مثل ساعت میزند برای اون بانو که صدای شکستنش را دستگاه گریه‌نگار من ثبت کرده است، و برای آن آبر خجول که کلافی سردرگم را میماند در منجنیق باد، و برای آن کبوتر جوان که در شک بین زمستان و بهار
از چراغ قرمز عبور می کند. با این همه، همه چیز به غایت نزدیک است. نمی دانم آیا من نیز به پایان جهالت خویش نزدیک شدم یا این همه در غیاب بیداری است که اتفاق می افتد. بله، شعر بهانه بود از کتاب فکر گم شده. خب این بخش رو عرض کنم که گذراندیم و برویم به عرصه دیگری که فردبی در او کار و فعالیت کرده است و می کند، اگر مجالی باشه. البته تصویر شماره 11-1 و 11-2 رو داریم. اول 11-1 رو می بینیم که یک تابلو هست از کارهای عرض کنم که فردبی. این نوع کار قلم قلم نستعلیق است، اما شیوه بهی میگن شیوه ارز کنم که سیاه مشق بهش میگن. و شعر بسیار بسیار چند بیتی از شعر بسیار زیبایی است از امیر خسرو دهلوی که از فحول شاعران سبک هندی است بزرگوار. بسیار زیباست این چند بیت. میگوید که جان زتن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز، آشکارا سینم بشکافتی همچنان در سینه پنهان هنوز، ملک دین کردی خراب از تیغ کین وندر این ویران سلطانی هنوز. از کنم هر دو عالم قیمت خود گفتی، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز، هر دو عالم قیمت خود گفته ای، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز. بسیار بسیار زیباست. درود بر این بزرگوار امیر خسرو دهلوی. این تصویری که ملاحظه فرمودید و تصویر بعدی 11-2 هست که این عرض کنم که باز هم قلم نستعلیق است و آنچه که در زیر ملاحظه می فرمایید البته ریز است، اینا قابل خواندن نیست، قلم شکسته است، نسلی شکسته نوشته شده و شعری از عرض کنم که ابن یمین. و این بزرگوار 800 سالی با ما اختلاف سن دارد ابن یمین، اما انگار که این شعر رو لحظات پیش نگاشته است و در وصف حال ما. حالا نمیدونم این شعر رو بعد از حافظه باید بکنم، اگر لغزش یا خطایی داشتم بر من ببخشایید، برای اینکه خط بسیار ریز است و من دیگه نمیدونم. پس کنم میگوید که تاله من بین کس پی آب، گر روم سوی بحر برگردد، و به دوزخ طلب کنم آتش، آتش از یخ فسرده تر گردد، و به کوهان طلب کنم سنگی، سنگ نایاب چون گوهر گردد، و به راهی طلب کنم کف خاک، خاک حالی بدل به زر گردد. این چنین حال ها پیش آید هر که را روزگار برگردد، بر همه حال یعنی با این همه بر همه حال شکر ابن یمین، مبادا که مبادا از این بتر گردد. امیدوارم که چنین بشود. خب این هم یکی دو کار از عرصه های مبتلا به فردبی در عرصه خوشنویسی یا به قول عوام پرژن کالیگرافی. بسیار خوب، میرسیم به بخش مسابقه برنامه دوستانی که اخیرا به تلویزیون میهن یا برنامه طعم تلخ طنز عرض کنم که پیوستند. خدمتشون عرض میکنم که آقای فردبی عادت دارد یا دوست میدارد که در هر برنامه یک پرسشی چالشی رو برای بینندگان محترم ضد انقلاب تعیین بکند و روی اون تعامل کنه و بگویند که این چیست. عرض کنم که در برنامه پیشین عکس شماره 11-3 رو اگر اتاق فرمان مرحمت بکند، 11-3 مقام محترم مقام معظم رهبری در پرانتز زب مخفف زایف الله پروستات است، رو ملاحظه می فرمایید که این هم یک آخوند جوان است و خلاصه این مراسم امام گذاری است که تماشایی است، مثل کیترینگ میمونه. به هر حال راجع به این بحث ها هم گفتگو میکنیم یا تصاویر رو ملاحظه خواهید کرد.
فدوی از بینندگان محترم ضد انقلاب پرسیده بود که به نظر اونها مقام محترم عرض کنم که رهبری سلام الله تعالی دارد به این جوان، به این طلبه جوان، آخوند جوان چی میگوید. حالا هر پاسخی که شما داشتید، تعدادی هم البته برای ما رسیده بود، پاسخ درست رو من عرض میکنم، دوستان اصلاح بفرمایند اگر غیر از اینه. مقام محترم رهبری زب دارد میفرماید به ایشان که از این لحظه شما را به جان مردم میاندازیم قربتن الله. ایشون داره اینو میگه. خب هر پاسخی اگر غیر از این نوشته اید اصلاح بفرمایید در نسخه خود. بسیار حالا چون هنوز در بخش آزمون یا مسابقه و از این قبیل هستیم، مسابقه هفته آینده رو هم ما طرح بکنیم و بعد برویم به عرض کنم که مطلب بعدی که مطلب بعدی از تصویر شماره 4 در 11-4. خب عرض کنم که آزمون این هفته این است که این یک تیتر از یکی از جراید شریفه دارالخرافه است. در پرانتز عرض میکنم که فدوی اندر لزوم ناگزیر شده است که برخی واژگان را ابداع بکند، تولید بکند، برای اینکه بسیاری از واژگان و مفاهیم عرض کنم که قادر به تبیین و تفسیر حرکات و سکنات و برادران کسر الله امثال هم نیستند و واژه از نو بباید ساخت. این است که در حوزه طنز سیاسی واژگانی را ساخته است که معروف است به محصولات فرهنگستان فدوی. این دارور خرافه یکی از اونهاست. با دارور خلافه اشتباه نفرمایید، این دارور خرافه است. بله، در مورد مسابقه این هفته این تیتر یکی از جراید شریفه دارور خرافه بوده است که ما اینو مسابقه گذاشتیم برای بینندگان و شنوندگان محترم ضد انقلاب. پرسش این است، پرسش اون روزا هم این بوده است که اگر ما یک داعشی در خانه یافتیم چه کنیم؟ این تکلیف شرعی هفته آینده بینندگان محترم ضد انقلاب است که روش کار بکنن و در هفته آینده اگر عمری بود و بنده اینجا بودم پاسخ صحیح رو خدمت شما عرض میکنیم، پاسخ های شما رو هم برمیرسیم و پاسخ درست رو هم خدمت شما عرضه میکنیم. بسیار خوب، پس ما از مقدمات برنامه گذشتیم، عبور کردیم و الان میرسیم به برویم به اتفاق سری به صندوق پستی برنامه بزنیم ببینیم که آقای فدوی این هفته برای ما چه مطالبی عرض کنم که ارسال کرده است. خب تصویر این قسمت 11-4 هست و بد نیست بگیم که این تصویر به اضافه 18 است، چون برادر ترسناکی است و خلاصه اگر حال شما یه خود ناجور شد فدوی مسئول آن نخواهد بود. بعد این بیافر نگاه کنید، تصویر شماره 4 11-4. بله، بزرگوار یادداشتی مرقوم فرموده است که در اون جریده شریفه دارالخرافه به این شکل است که یادداشتی به قلم حجت الاسلام و المسلمین ناصر اکبری، که البته قضیه از یادداشت گذشته است و به مقاله رسیده است و تیتر شگفتانگیزی داره این مطلب، این آقای محبت الاسلام و المسلمین. میگم به اصطلاح تیترش رو که بینندگان و شنوندگان محترم ضد انقلاب هم لذتش رو ببرن. بله، تیتر مطلب ایشون اینه که تمایز دارایی های امام زمان از دارایی های امام خامنه ای. ملاحظه فرمایید، یعنی موجودی ملت یک لاغبا رو این بزرگوار عرض کنم که در عرصه آقایان خامنه ای و حج ایشون میبینه. این وسط ملت و مردم و حرف ها البته کاری نیستن. خب حالا ببینیم استدلالشون چی هست در این مورد. فدوی خواهش کرده است از
شنوندگان، بینندگان یا خوانندگان محترم ضد انقلاب که یک عرض کنم که لغزش تایپی در این مطلب هست، اون رو معمولا فدوی برعکس دیگران که میگن که قبل از مطالعه لطفا غلط تایپی رو اصلاح بفرمایید، فدوی معمولا میگوید که بعد از مطالعه اینو اصلاح بفرمایید. به هر حال در این عرض شود که مطلب میرسیم به در یه جایی میرسیم به روانی بزرگوار. روانی بزرگوار ایشون خواهش کرده که اگر رسیدیم به این مطلب شما اینو اصلاح بفرمایید. این لغزش تایپی است و منظور از روانی بزرگوار روحانی بزرگوار هست. بسیار بس یک طور دیگه این تیتر شگفت‌انگیز رو با هم دیگه مرور میکنیم. تمایز دارایی های امام زمان عج از دارایی های امام خامنه ای. بله فدوی ادامه داده است که گفتن ندارد که دارایی های ملت یک لاقبا به اهتمام اعلی حضرت العظما سید علی خامنه ای ضایف الله اشراقه کلن برباد رفته است، لکن تتمه آن را که از ایلغار ماجراجویان گرامی خاورمیانه از لبنان تا یمن باقی مانده، این روانی بزرگوار با یک قیام و قعود بین آقایان عج مهدی عج و آقای زب که آقای خامنه ای باشد ضایف الله پرستاده بالمناسبه تقسیم فرموده است. پس ایشون تتمه دارایی های مردم رو بین این دو بزرگوار از کنم که تقسیم فرموده است بالمناسبه. نه حالا شاید بالمناسبه نباشه، حالا در ادامه این مطلب ببینیم چگونه است. در این قسمت فدوی دو بیت از اشعار از کنم که فرخی یزدی به نقل از کتاب یادی از فرخی یزدی نوشته حمیدرضا رحیمی که در سال 1370 در اروپا منتشر شده از طریق انتشارات گستره نقل کرده است از فرخی یزدی گرامی، فرمود که خیلی ارتباط پیدا میکنه با مطلب این حجت الاسلام. فرخی میگوید چون عیش و غم زمانه قسمت کردند، ما را غم بیکرانه قسمت کردند. شیخ و شه و شهنه عیش و نوش همه را بردند و برادرانه قسمت کردند. برفدوی ادامه داده است که ناشر این ویروس یعنی این روانی بزرگوار کارش از یادداشت گذشته و به مقاله رسیده است که فدوی به منظور احتراز از اطاله کلام و نیز صرفه‌جویی در اعصاب بینندگان محترم ضد انقلاب به نقل فقط مقدمه اون این شرح اکتفا کرده است. آقای فدوی ایشون فرموده است که یا معلوم داشته است این محبت الاسلام 35 سال از تشکیل کشور امام زمان، منظورش ایران سابقه، بینندگان محترم منظورش ایران سابقه، 35 سال از تشکیل کشور امام زمان عج و 25 سال از رهبری حکیمانه امام خامنه ای می گذارد و در این مدت سعی امام راحل و پیروانش پیاده کردن احکام اسلام و نزدیک شدن به دولت کریمه امام زمان ارواحنا فداه بوده است. در برهه از این 35 سال تشبه به صدر اسلام و دولت امام زمان عج در برخی موارد بالا بوده است که باید اون را پدیده تاریخی شگفت‌انگیزی دانست و مختصرا به 4 مورد اشاره میکنم. این مهملات هست کنم که داهیانه این عرض کنم که حجت الاسلام است. میگوید که براندازی بت پهلوی و تشکیل جمهوری اسلامی به رهبری یک فقیه با وجود کارشکنی های ملی گرایان و منافقین که نمونه‌ای از آن در تاریخ مشاهده نشده است. و اما نکته اساسی اینجاست که کاسی های موجود چه مواردی هستند و جامعه تحت امر امام خامنه ای از چه چیزی برخوردار نیست که این کاسی ها در آستانه ظهور منجی رفع می شوند. در عبارت دیگر وجه تمایز دارایی های امام زمان اجل الله فرجه و شریف و دارایی های امام خامنه ای حفظ الله چیز که به صورت مختصر فقط به 4 مورد اشاره می کنم که بنده دیگه اعصابشو نداشتم که
که این مهملات داهیانه رو ادامه بدم و به شکنجه شما هم البته راضی نشدم. بسیار برویم به مطلب بعدی. تصویر مطلب بعدی 11:5 هست و مقدمتا عرض بکنم که بعضی واژگان و ترکیبات رو دوستان حتما بارها بهش برخورد کردن، مثلا یکی از اونها ادبیات زیرزمینی است. ادبیات زیرزمینی، خب با این واژه و مفهوم دوستان حتما آشنا هستن و بیشتر در جوامعی این اتفاق میافتد که دچار یبوست فکری هستن و حضور هر شاید که مستبدین و عرض کنم که مرتجعین گرامی که ادبیات به زیر زمین می روند. برای این واژه و این عبارت عبارت معروفی است و دوستان هم بیگمان با اون آشنا هستند. خب حالا ببینیم چی شده است. مشکل فدوی در این ارتباط چیست؟ و گویا فدوی با نوع جدیدی از این ترکیب آشنا شده که حالا خواسته است که در این طنز نوشته به قول عوام با بینندگان محترم زد انقلاب شعر بکنه به قول عوام. خب ببینیم چی میگوید آقای فدوی. به نظر میرسد که همه چیز در ایران سابق به زیر زمین رفته است و میرود. البته جایی هیچ گونه نگرانی نیست، زیرا ملت و حکومت در این ارتباط در کنار یکدیگر، ببخشید در کار یکدیگر اصلا دخالت نمی کنند. یعنی حکومت گرامی وسایل آتش بازیش را که با پول ملت از بازار سیاه وابسته به استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل لعنت الله علیهم اجمعین تهیه فرموده است، باز هم به هزینه ملت به زیر زمین می برد. ملاحظه کرده بودید این تأسیسات مخوف زیرزمینی و موشکی که حضرت آقا درست کردن، تصاویرش در جمعیت هم منتشر شد، امیدوارم دیده باشید. بله، باز هم به هزینه ملت به زیر زمین میبرد و اگر چیزی ماند ملت یک رقبا نیز آن تتمه را به زیر زمین میبرد. ملاحظه فرمودید تو مثل دو تا خط موازی با هم در کنار هم، این مردم و حکومت مثل دو تا خط موازی در کنار هم حرکت میکنن. اون کار خودش میکنه، ملت هم کار خودش میکنه. همزیستی مسالمت‌آمیز همین میگن دیگه. بله، فدوی در این راستا به قول عوام آلردی با موزیک زیرزمینی آشنا شده بود و حتی برخی جوانان فعال در این نوع موسیقی شعری از او را برگزیده و در زیرزمین اجرا و نسخه هم به او مرحمت کرده اند. این درسته، بله، شعری هست، شعر مدرن البته اما طنز به اسم بخشنامه که بچه های جوان در ایران اون رو میخواستن روش کار بکنن و بهار کردن که شهرش طولانی است و جداگانه. اگر مجالی بود روزی در این مورد هم صحبت میکنیم، یعنی به فعالیت های نچندان مفصل فدوی در عرصه ترانه هم یک ناخونکی میزنیم. پس موسیقی زیرزمینی هم فدوی با اون آشنا شده بود، اما دیگر نمیدانست که پدیده زیرزمینی به رستوران ها نیز سرایت کرده است. پس ادبیات زیرزمینی داشتیم، موسیقی زیرزمینی داشتیم، حالا رستوران زیرزمینی. بله، عکسش هم که امیدوارم ملاحظه بکنید، 11:5 عکس این یک رستوران داریم، ملاحظه می‌فرمایید. بعد تیتر مطلبی بوده است که رستوران های زیرزمینی در ایران تجربه مزه کردن غذاهای ممنوع، غذاهای ممنوع بدون مانتو و روسری. بله، و در ادامه خبر میمنت اثر به نقل از همون منبع افزوده است آقای فدوی که اگر دوست دارید تجربه رستوران رفتن همراه با دوستان اعضای خانواده بدون حجاب اجباری، همراه با منویی که به خاطر مسائل شرعی یافتنشان در رستوران های معمولی ممکن نیست را داشته باشید، لازم نیست حتما سری به کشورهای خارجی بزنید. کمی اگر پرسجو کنید می توانید رستوران های زیرزمینی را هم در اطراف خودتان پیدا کنیم. به نظر می رسد تقریبا هر محصول و پدیده‌ای که در ایران ممنوع است و نمی توان آن را به صورت علنی و قانونی پیدا کرد، به صورت زیرزمینی و مخفیانه می توان آن را یا از مشروبات الکلی گرفته تا تتو، موسیقی زیرزمینی، کلاس رقص
و عرض کنم که قص الهازا تصویر مرازی میفهمه چه میز بسیار اشتها آوری است، ولی خب این در روی زمین نیست، در زیر زمین. ادامه مطلب. فدوی و لابد خوانندگان محترم ضد انقلاب بر این باورند که فیلمثل خورش سبزی همه جا از جمله در زیر یا روی زمین یک طعم و مزه دارد. بر این پایه دعوای مردم و برادران کسر الله امثال هم باید بیگمان سر مخلفات باشه. نکته که فدوی کشف کرده. بس اختلاف از کنم که مردم مصرف کنندگان بر این رسوان سر مخلفات است، نه خورش سبزی. باری این همه تجربه یکی از مشتریان عزیز، این یه نفر عزیز همه آدمایی که رفته بود این رستوران، خاطراتشو یعنی نظرش رو گفته است یواشکی به اون جریده شریفه. این آقای یا خانم گفته است که رستورانی که من غالبا به اون میروم در یکی از محلات قدیمی شهر است، یک خانه بسیار قدیمی بسیار بزرگ که بازسازی شده و به شکل یک رستوران در آمده است. تابلو و نشانه ای از رستوران بودن در خارج از ساختمان به چشم نمی خورد. همه مشتری ها از طریق دوستان و رفقای خود و توصیه دیگران با آن آشنا شدند. هنرمندان زیادی هم آنجا رفت و آمد دارند. پیش از رفتن باید حتما زنگ زد، میز رزرو کرد، حتی می توان غذا را از قبل سفارش داد و گفت که چه غذایی و دسری و نوشیدنی که دوست داریم بخوریم. اولین بار که میخواستم بروم گمان میکردم باید کمی محتاط باشم، انگار که عملیات جاسوسی مثلا زیرزمینی بوده است و اینها. بله، اولین بار که میخواستم بروم گمان میکردم باید کمی محتاط باشم که کسی متوجه نشود و یا کسی درباره جایی که میروم و با کسی درباره جایی که میروم حرف نزنه. مرازی میفهمید بینندگان محترم ضد انقلاب که برادران کار رو به کجا کشاندن که خورش سبزی و نمیدونم خورش قیمه هم رفته از زیر زمین مثل تأسیسات موشکی برادران. بسیار به هر حال نوشی جان ما مشکلی نداریم. برسیم به مطلب بعدی، گذشته در آینده. این گذشته در آینده این مطلب عرض کنم که تصاویر مبسوطی دارد که از 11/6 آغاز می شود تا 11/12 و بد نیست که من در خدمت شما عرض بکنم که بیگون بیاد دارید که تا پیش از این، تا چند سال پیش وقتی اینجا اونجا گفته می شد یا نوشته می شد که عرض کنم که مقام معظم رهبری و توابع مشغول سرازیر کردن دارایی های مردم ایران به محضر ماجراجویان محترم خاورمیانه هستن، اینا هم تکذیب میکردن همیشه و همه جا که نخیر چنین چیزی نیست و اینها. منتها به تدریج دیگه دیدن دیگه تعارف رو بهتر کنار بگذارن و بگویند که ما سال هاست یا مقام معظری معظم رهبری سال هاست که یک ارز کنم لوله عرض فشار قوی از امور قرا به نشود که خاورمیانه گرامی و اون سردمدارانش که در ارتباط هستن این لوله عرض فشار قوی رو ایشون تعبیه فرموده است و عرض در حال رفت و آمد هستن نیستم. همونطور که عرض کردم دیگه دوستان برادران هیچ پنهان نمی کنند. حالا برخی از اونان که در بعضی از گزارش ها بوده من خدمتون به صورت عرض می کنم که بعد یادداشت فدوی هم ببینیم چیست. بله، در خبرها آمده است که ایران سالانه 6 تا 15 میلیارد دلار به رژیم اسد کمک مالی می کند. سوریه در ژوئیه سال 2013 کمک اعتباری دیگری از ایران، یعنی مقام محترم رهبری، به مبلغ 3 میلیارد و 600 میلیون دلار دریافت کرده بود که گفته شده بخش اعظم آن صرف واردات نفتی شده است در سوریه. البته کمک های مالی ایران به سوریه در عرض 4.5 سال گذشته که این کشور درگیر بحران وخیم داخلی بوده نقش حیاتی در سرپا نگاه داشتن اقتصاد سوریه و حکومت بشار اسد داشته است. مرازم فهمید
که همونطور که حضرت امام در پرانتز لام میفرمود که رژیم پیشین شهرهای ما را ویران کرد و قبرستانهای ما را آباد، مقام متعظم رهبری هم اقتصاد ما را ویران فرمود و اقتصاد برادران در سوریه و جاهای دیگر را آباد. بل در جای دیگر آمده است که گزارش اخیر مارگاریتا استانستی، خبرنگار والستریت جورنال، در افغانستان یک بار دیگر به افزایش گمان زنی ها در خصوص همکاری احتمالی ایران و طالبان افغانستان دامن زده است. گزارش 11 ژوئن والستریت جورنال با نقل قولی از یک فرمانده طالبان شروع می شود که به خبرنگار می گوید ایران ما را به هر آنچه احتیاج داشته باشیم تجهیز می کند. اینا خوب استظهار دارید که هزینه داره دیگه، و منبع این هزینه ها جایی نیست جز جیب سوراخ ملت یک لاغواب. بر در جای دیگر آمده است که این دیگه از جرایت شریفه دارالخلافه است، اونها بین المللی بود. هنوز زمان زیادی از برقراری آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی نگذشته بود که خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، در اولین سخنرانی خود بعد از آتش بس از ایران به دلیل کمک هایی که به حماس کرده تشکر کرد. ملازم قبل همیشه تکذیب میکرد، حالا تشکر میکنن و البته مشکلی هم براشون پیش نمیاد. و اون آخوند فربه آقای سید حسن نصرالله که بیشترین سهم رو داره از این سفره ایران، در این خبر آمده است که سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان گفته است که در پی اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای در مورد حمایت بدون چشم داشت، یعنی کمک بلاعوض، از جنبش های مقاومت می تواند اعلام کند، بعد از سالها تکذیب می تواند اعلام کند که از سال 1982، بینندگان محترم ضد انقلاب الان ببینید چه سال 2015 است، اواخر 2015، همه اشکال ممکن کمک مادی، معنوی، سیاسی و همه حمایت هایی را که میسر است از ایران دریافت میکنیم. ملاحظه فرمودید؟ در جای دیگر آمده است ایران کمک تسلیحاتی به شورشیان در یمن و سومالی را تکذیب کرد. معمولا چیزی که تکذیب میکنن برادران گرامی، عرض کنم که معمولا درست است، آنچه که تکذیب میکنن درست است. هواپیمای ایلوشن 76 جمهوری اسلامی ایران پس از طی مسیر 4 ساعته، این از جلیل شریفه دارالخلافه است، پس از طی مسیر 4 ساعته با وجود کاشگری های معمول عربستان با موفقیت و سلامت کامل در فرودگاه جیبوتی فرود آمد. رجانیوز نوشته است. بله، در جای دیگه اشاره شده است که کشتی ایران شاهد محموله را به دوستان در یمن رسانده است. و در جای دیگر شیعه آنلاین اذعان کرده است که کمک های ایران به دست مسلمانان میانمار رسید. مسلمانان داخل ایران البته کاری نیستند. بله، حالا ببینیم فدوی چی یادداشتی گذاشته است برای این ریخت و پاش حضرات آیات. و اینجا هم در پرانتز عرض بکنم که فدوی از جز اون دسته منتقدی نیست که فقط غر میزند و انتقاد میکند اینها، بلکه فدوی همیشه راه حل هم ارائه میکنه. و به قول خاشبرستان لعنت الله علیهم اجمعین، دوست دارد که همیشه part of solution باشه نه part of problem. خب ببینیم که چه ایرادی دارد فدوی، چه مشکلی با ملت پیدا کرده است و برای رفع مشکل چه پیشنهادی دارد. فدوی میپندارد که ملت سرانجام باید از این تنبلی، جمود و رکود تاریخی در آمده و فکری به حال خودش بکند. آخر این چه وضعی است؟ این که نمیشود. منظور فدوی آن است که با آن که بیش از 3 دهه است که از درگذشت انقلاب شکوهمند میگذرد، لکن ملت همچنان متین و موقر و مؤدب گوشه نشسته و به نقطه دور در افق شدیداً خیره شده است. ملت آیا فکر نمی کند که اگر به جای این کار دست کم می رفت در ته صف کمک های بلاعوض حکومت اسلامی درون مرزی به ماجراجویان و متکدیان حرفه‌ای برون مرزی که در پی می آید، الان دیگر نوبتش شده بود؟
ملاحظه فرمودید؟ پس پیشنهاد فدوی این است که شما به جای که بشینید هی آسمون رو نگاه کنید، حداقل بین تو صف بزرگواران بروید در صف این کمک های بلاعوض حکومت اسلامی درون مرزی. در پرانتز عرض بکنم که این از واژگان فدوی، فرنگستان فدوی است و در مقابل حکومت اسلامی برون مرزی. بنابراین شما در طرز نوشته های فدوی آنگاه که به حکومت اسلامی درون مرزی میرسید، منظور جمهوری اسلامی است، و آنگاه که به حکومت اسلامی برون مرزی میرسید، منظور داعش است. چون فدوی آنچه را که در ایران سابق حاکم است رو جمهوری نمیداند، نمیداند چیست اصلا، ولی به هر حال جمهوری نیست. خب این آدرس هم که خدمتون دادیم، کمک هایی که شده است به طور رسمی آماده است اینها. بعد فدوی در انتها گفته است که مراتب فوق، یعنی این کمک هایی که بنده خدمت شما به اجمال اختصار عرض کردم، مراتب فوق حسب وظیفه شرعی عرض شد. فدوی میگوید وگرنه ملت اگر خیال دارد که تا 36 سال دیگر نیز همچنان تنبلی کرده و همین کار را بکند، فدوی حرفی ندارد. لکن از قول ابوی ره که در دوران بازیگوشی فدوی میفهمود، عرض میکند که تنبلی آورد به چشمان تو خواب، میشود آیندت یک سر خراب، که البته شد زیاده اندرزی نیست. خب حالا بینندگان محترم زنده انقلاب، لذت عکس ها رو ببرن. این مطلب رو ما عرضه کردیم، عکس ها از 11/6 آغاز می شود. اگر به ترتیب ببینیم بهتر است، برای اینکه در دو تا از این تصاویر نقطه ای هست که من با خدمت شما عرض بکنم. همونطور که در این گفتاری که الان داشتیم فدوی اشاره کرد که عرض شود که بخش قابل اعتنایی از دارایی های ملت یک راقبا در جاهای دیگری هزینه می شود، این مدارک تصویری یعنی سند منگوله دار مصور 11/6 رو اگر ملاحظه می فرمایید، برادران گرامی لبنانی ما و خواهران در این پارکی که با هزینه ملت یک راقبا برپا شده است دارن باربکیو می فرمایند و در رگ می زنند، که مخالفتی فدوی البته ندارد با در رگ زدن اون بزرگواران، ولی خب هزینه شد خودشون بدن، چرا ملت گرسنه و کارتون خواب ایران باید بدن؟ 11/6 رو ملاحظه می‌فرمایید، دود کباب رو ملاحظه بفرمایید، احتمالا بوش تا اونجا هم خدمت شما میاد. از کنم 11/7 رو اگر ملاحظه بفرمایید، باز یک نمای دیگری از این پارک ببینید، چه در چه جای خوبی، جای مرغوبی برای برادران لبنانی ما، حضرات آیات و حجاج اسلام اهل الله مقام هم اجمعین، چه جاهای مرغوبی رو برای برادران لبنانی ابتیا فرمودند و در اونجا پارک تفریحی احداث فرمودند. بله 11/8 رو اگر ملاحظه بفرمایید، امیدوارم داشته باشید 11/8 رو ملاحظه می‌فرمایید که در این شهرک یا در این پارک بزرگ سمت راست شما تصویری از آقای خمینی لعنت الله علیه رو ملاحظه می‌فرمایید، در پرانتز لام مخفف لعنت الله علیه، که بنده نمیدونم نسب این تصویر ناقابل چقدر برای این مردم گرفتار ایران هزینه داشته. لازم می‌فرمایید پارک بزرگ است و در این عکس، عکس شماره 11/8، شما عکس رو ملاحظه می‌فرمایید مزین به پارک رو ملاحظه می‌فرمایید مزین به امام راحل، عکس امام راحل. و بعدی رو اگر ملاحظه بفرمایید 11/9، یک نمای دیگری از این پارک بزرگ رو ببینید، وسط پارک رو میتونید حدس بزنید با اینکه خب تصویر هست، فقط میتونید حدس بزنید که چیز چقدر است، چی میزان است. و در این عکس عرض کنم 11/9 پارک مزین شده است به تصویر مقام معظم رهبری زایف الله پروستاته. و نمای دیگری هم در عکس شماره 11/10 ملاحظه بفرمایید که ماکتی از قدس عزیز رو در اونجا باز به هزینه ملت یک راقبا برپا فرمودند برادران، و در
این سمت ساختمان هم شما آرم مغولان رو ملاحظه میفرمایید. باری فدوی در پایان عکس های پارک و تأسیساتی که مقام معظم رهبری سلام الله تعالی به هزینه ملت یک لاغبا و به منظور تفریح برادران لبنانی برپا فرموده است، برای جوری جنس چند فقره از پابرهنگان لبنانی هم مزید التزاز بینندگان محترم ضد انقلاب اضافه میکنند. بسیار خوب، شما پاک رو ملاحظه فرمودید، تصاویر پاک رو ملاحظه فرمودید. الان دو تا تصویر شما ملاحظه میفرمایید، 11-11 و 11-12، که این پابرهنگان لبنانی است. ملاحظه من چقدر این ملت پابرهنه است که مقام معظم رهبری ناگزیر شده است که کمک بکنه. اینا پابرهنگان لبنانی هستند. تصویر شماره 11-11 که این اشرف کوریان بهشتی در لبنان مشغولند، و در تصویر آخر که 11-12 هست، دو تا از اینها رو ملاحظه می‌کنم، یکی میآید و یکی میرود. این هم از اصلاً که پابرهنگان لبنانی. خب یک پیام در این فاصله برای ما رسیده که پیام رو هم بنده خدمت شما عرض بکنم که اعلام بکنیم پیام را. میگوید که آقای بهرام رؤوفی، خواهشمند از خبر سلامتیتان را به والدینتان در ایران سابق، برادرتان در نروژ، خواهرتان در آلمان، برادر بزرگترتان در هلند، برادر وسطیتان در سوئد، خواهر بزرگتان در ژاپن و برادر کوچکترتان در دانمارک اطلاع دهید. من امیدوارم که آقای بهرام رؤوفی این پیام را گرفته باشد و خبر بدهد و خانواده را از نگرانی نجات بدهد. آمین یا رب العالمین. خب از جستارهای گوناگون طنز نوشته‌های فدوی که اشارات پیش از این داشتیم، الان عرض میکنم که یکی از اینا هست، پای درد دل مردم دارالخرافه. دارالخرافه هم توضیح پیش از این دادیم که در این قسمت دارالخرافه مؤمنین و مؤمنات عریضه هاشون رو یا شکایاتشون رو میفرستن به جرایت شریفی دارالخرافه، منتاشون برادران گرفتارن و مشغول حسابازی اینا. فدوی پاسخ میدهد که این در واقع روی زمین نماند، این از هم که این درخواست های مؤمنین و مؤمنات. برای نمونه خدمتون عرض بکنم یکی دو مورد که به پایان برنامه هم اگر نزدیک شدیم دیگه بنده عرضی نداشته باشم. پس این جستار از تصویری هم در این قسمت نداریم، فقط این جستار پای در دل مردم دارالخرافه است که خوانندگان بسیار دارد، برای اینکه 50% در واقع این مطالب کاملا واقعی است، اون بخش کاملا واقعی است و فقط فدوی برای کمک برادران جواب بده. برای محمد نورایی نوشته است که آقای روحانی ریاست محترم جمهوری در تعرض خود به شورای نگهبان گفته است شورای نگهبان چشم است و چشم کار دست را نمیتواند انجام بدهد. اولا چشمی که فقط نظارگر باشد و کاری انجام ندهد نبودنش بهتر است. ثانیا دستی که بدون دیدن حرکت کند کار عوضی انجام داده و از عقل دور است. عقل حکم میکند حرکت دست در اختیار چشم باشد تا کار عقلانی صورت بگیرد. این عریضه برادر محمد نورایی هست به این جریده شریفه دارالخرافه. فدوی پاسخ داده است که مراتب در شرایطی که پس از نرمش قهرمانانی صبحگاهی مشهور نوشیدن جام زهر قند پهلو بودند، برز خاک نعلین انبراسای همایونشان رسید. بعد تهیه و سلام فرمودند چشم و دست مذکور را بگذارند در نوبت قصاص. برادر محمد مرایی
بله. برادر دیگری، شهروند دیگری مرحوم داشته است که گروههایی بودند که تا دیروز میگفتند علیه خدا هم میتوان راه پیمایی کرد. همان کسانی که در وجود امام زمان عج و اهل بیت علیه السلام تشکیک می نمودند، اما آنها امروز میگویند راجع به برجام سوال کردن مطلقا ممنوع است. آدم با دیکتاتوری لیبرال اروپایی ها یه آدم یاد دیکتاتوری لیبرال اروپایی ها در موضوعاتی مثل بررسی هولوکاست میفته. عریضه این شهروند، برادر شهروند، برادر فدوی این چی نوشته است؟ گفته است که فدوی از به جریان انداختن عریضه شما مضایقه ندارد، لکن پیش از اون تذکر یکی دو نکته خالی از ضرر نیست، که مهمترین اونها این است که مقام معظم رهبری زب کاپیتان تیم هسته‌ای بوده است. آقا جان، آقا شما همینجور میریزید تو جوراب میزنید به دیوار، چرا یادتون میره که مگس مکتبی حتی بدون اذن مقام معظم رهبری در هوای آلوده ایران نمیپرد؟ آقا شما هی چی اروتیز میکنید، هی میریزید تو جوراب میزنید به دیوار که برجام چنین بوده است، چرا چنین شده است؟ کاپیتان تیم هستی از کنم مقام معظم رهبری بوده، بنابراین شما اصلا چی میگید؟ بله، خب این قسمت بسیار زیاد است و من فقط خواستم این نمونه هایی برای شما داده باشم. بعدها شما اگر که فرصت فرمودید و انگیزه ای بود و علاقه ای، می توانید به عرض کنم که طرز نوشته های فدوی که در که رفتم در سایت عرض کنم که بسیار خوب تلویزیون بیهن منتشر می شود هم نگاه بکنید و این پای در دل مردم دار خرافه و جسارهای دیگر رو هم ملاحظه بفرمایید که منزه کافی اونجا مطلب هست. فقط من اشاراتی بکنم که اگر احیانا مراجعه فرمودید با اینها مواجه میشید که یکی از اون هم تکرار کردم پای در دل مردم دار خرافه است، دیگری گویاست دیگر حاجت مشاطه ندارد، که در واقع نقل مطالب و خبرهایی است که در جراید شریفه دار خرافه درج شده است و در اونجا فدوی بعضی از اینها رو انتخاب میکند و پاسخی هم یا تحشیهی هم مینویسد، یعنی حاشیه نگاری هم میکند در مورد مطلب. نمونه ایم اگر امروز فرصت شد خدمت شما عرض میکنیم. دیگر از جسارهای فدوی کلمات حمار است. کلمات حمار از محصولات فرهنگستان فدوی است و ضد کلمات قصار است. کلمات حمار، کلمات قصار. خب مطالبی در این قسمت میاد که آدم جز از حمار از کسی دیگه انتظار ندارد که بشنود، برابر این توضیح و تفسیر هم ندارد، خود جنس است، خود جنس است. نمونه های خدمتون عرض بکنم. عکس شماره فراموش کردم که خدمتتون عرض بکنم که عکس شماره 11-13 مربوط به این جستار کلمات حمار است. عکس خر مد زلول عالی رو ملاحظه می‌فرمایید. آخرین تصویر این برنامه امروز هست، 11-13 در بخش کلمات حمار. خب نمونه های خدمتتون عرض بکنم. عرض کردم کلمات حمار ضد کلمات قصار است. در کلمات قصار افکار زبده و گزیده می آید و در کلمات حمار فرمانشات برادران کسر الله همساله هم. به طور نمونه آقای علی سعیدی نماینده مجنون آقای رهبر در سپاه فرموده است که فیلم، روزنامه، کتاب و فضای مجازی بستر نفوذ بیگانگان است. کلمات حمار گفته است که در این مطلب بعدی از همین جستار کلمات حمار، استاد برجسته دانشگاه آکسفورد در حال شستشوی پای زائران حسینی. ملاحظه می‌فرمایید حالا مؤمنین خودمون که خب عمدتا فاقد سواد لازم هستن اینا، خب این کارا رو میکنن، یعنی میرود به جالب از من فدوی نوشته از این مطلب پیش از این که هزینه میکنند و
به هر حال به هر طریقی شده پولی فراهم میکنند و مثلا تشریف میبرند به ادبات عالیات، در اونجا بساط پهن میکنند. فرصت اگه شما من پیدا میکنم این مطلب رو، بساط میکنن، کف خیابون میشینن، بعد به طور مجانی کفش آبرین رو که عازم هستن که برن، هر شبت که اون بزرگواران 1600 ساله رو سجده بکنن، کفش اینا رو واکس میزنن. خب برادر، اگر تو میخوای این کارو بکنی در وطن خودت میتونی بکنی، کفش هموطنت رو واکس بزن، چرا میری اونجا؟ کفش های مرونس کی، چه کسانی، چه لزومی دارد اصلا؟ حالا اون عوام کلنعام بود، اینجا نوشته است استاد برجسته دانشگاه آکسفورد، بنابراین این استاد اصلا برجسته نیست، اصلا من نمیدونم استاد هست یا نیست. خبرش هم کام، البته اسم معلوم است، بنابراین پروفسور خاشپرست نیست، چون اونا از این حرکات عجیب و غریب نمی کنن. اسم اون این آقا هست جلیل دلیل سامر منیر، و رفته از اونجا و عرض کنم که پای زالان رو شستشو میخواد بده. بله، در جستار کلمات حمار هستیم. بشار اسد گفته است که بدون همراهی ایران شاید این پیروزی ها نبودیم. این تلفات عظیم مالی و جانی چند صد هزار نفر رو که به اتمام مقام معظم رهبری انجام شده است، و برادران پاسدار ایشون ازش به پیروزی نام میبره. پیروزی. آقای آیت الله گرگلی، این عبارتی که فدوی سالیان سال استفاده داره میکنه، سالیان سال. بعد آیت الله گرگلی، منظور فدوی از آیت الله گرگلی آقای احمد خاتمی است، بسیار کریه المنظر است این بزرگوار، و اغلب در مقام امام جمعه موقت تهران اروتیز مبسوط می‌فرماید. یکی از مهمراتی که فرموده است این است که گفته آمریکا هر جا خواست نفوذ کنه، آمریکا هر جا خواست نفوذ کند از راه ساندویچ وارد شده است. بینندگان محترم زندگی قرار حواستون باشه، خلاصه ساندویچ میخورید دیگه فدوی مسئول اون نخواهد بود که چه به سر شما میاد. باز همین آیت الله گرگلی فرموده است که بسیجیان هستند که سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهند کرد. باز همون آقای علی سعیدی، نماینده مخبت آقای خامنه ای در سپاه، فرموده است که امروز کشور روسیه از تفکر شیعه استقبال میکنه، کوسه و ریشمن. و هر حال این کشور زمانی در اونجا سوسیالیسم و کمونیسمی بود و تتمهش امروز هست. حالا چگونه است که برادران روسی ما از تفکر شیعه استقبال میکنن؟ I don't know به قول عوام. و باز دوباره همین بزرگوار فرموده است که تأسیس شعبه مکدونالد تأسیس شعبه مکدونالد باعث فروپاشی شوروی شد. ملاحظه فرمودید؟ استفاده بفرمایید بینندگان شنوندگان محترم عزیز انقلاب، اطلاعاتتون رو کامل بفرمایید. تأسیس شعبه مکدونالد باعث فروپاشی شوروی شد. ساندویچ چه کارا که نمیکنه. بله، آقای واعظ طبسی چی فرموده است؟ جزء کلمات حمار، همون شرایطی که برای اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد میتواند برای آمریکا هم رقم بخوره، اما ما به دنبال این مسائل نیستیم. یعنی ایشون ارفاق کرده است به امریکا، بزرگترین و آبادترین کشور جهان، ایشون ارفاق فرمودن، گفتن اما ما دنبال این مسائل نیستیم و همه را به صلح، همراهی و همکاری که دوستان اصلا باش غریبه هستن، احترام به مردم داره به امریکا نصیحت میکنه که به مردم احترام بذاره. کتر خوردن مردم ما در خیابان به ویژه زنان و سلب آزادی های طبیعی آنها، اینا جز احترام به مردم البته نیست.
و عدم دخالت در امور کشورها. باز این حرکتی که خود برادران دارن میکنن الان سال هاست به هزینه ملت یک لاغبا، و در انتها این آیت الله مخبط گفته است که و در صورت رعایت این موارد آماده هر گونه همراهی نیز خواهیم بود. یه دور دیگه عرض میکنم، شنیدنی است واقعا، خواندنی است این فرمایشات. آقای واعظ طبسی که از غارتگران عرض کنم که ایران سابقه است، فرمودن است که همان شرایطی که برای اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد میتواند برای آمریکا هم رقم بخورد، اما ما به دنبال این مسائل نیستیم و همه را به صلح، همراهی و همکاری، احترام به مردم و عدم دخالت در امور کشورها دعوت میکنیم. حالا اگر که غرب پسر خوبی باشد، دختر خوبی باشد و در صورت این فرمایشات ایشون رو رعایت بکنه، البته که آیت الله حاضر به همکاری است. هر حکایتی است. اینجا گفته است که مطلب دیگری در همین جستار کلمات حمار، صحبت رئیس جمهور را لغزش زبان می دانم که گفته بودند ارشاد مجوز بدهد تا کتاب چاپ شود و مردم خودشان خوب و بد کنند. پس این جمله که من الان عرض کردم از فرمایشات ریاست محترم آبدارخانه بیت، یعنی رئیس جمهور هست، گفته است که ارشاد مجوز بدهد تا کتاب چاپ شود و مردم خودشان خوب و بد کنند. در ادامه فرموده است که نمی شود گفت مواد غذایی تاریخ گذشته را در اختیار مردم قرار دهیم و بگوییم خودشان می فهمند. چقدر احترام قائلم برای مردم، مردمی که عمدتا تاثیر کرده هم هستن. در ادامه فرموده است در حدیثی از پیامبر داریم که در سینه انسان کثافت باشد بهتر از شعر است. آیت الله طباطبایی، طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان و نماینده حضرت آقا از کنم که در اونجا. و آقای علی مطهری فرزند آیت الله مقتول مطهری هم که گاهی وقتا به نظر باشعور میرسد، اما یه دفعه میاد میگوید که راه سعادت بشر این است که دنیا تحت سیطره اسلام قرار بگیره. محمد در از این شما چیزی شنیده بودید؟ آقای امام جمعه اصفهان که ذکر خیرشون شد زمین فرمودند که فعالیت زنان در مغازه ها، ادارات و شرکت ها باید ممنوع شود. خب دوستان، ما به پایان برنامه نزدیک شدیم یا دیگه رسیدیم پایان برنامه، با پوزش از این که برنامه امروز اندکی به دلایل نارسایی تکنیکی اندکی دیر آغاز شد، از شما پوزش میطلبم. سپاسگزارم از اتاق فرمان که با وجود مشکلات فنی موجبات عرض کنم که پخش این برنامه رو فراهم کردن. از بینندگان و شنوندگان و خوانندگان محترم ضد انقلاب سپاسگزارم که اجازه دادن لحظاتی بنده در خدمت باشم، و برای همگان آرزوی بهروزی و پیروزی دارم. تا درود دیگر، بدرود.